درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. به نظر می رسد که حواشی بازی کثیف جمهوری اسلامی در رابطه با بمب‌گذاری های اخیر تمامی ندارد و هر روز یک اظهار نظر و واکنش جدید موجب رسوایی بیشتر نظام می شود. اما اگر فکر کرده اید که این رسوایی های نظام حتی به صورت مقطعی پایانی دارد و عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پی اینکه برای مردم روشن شده است که چه کسانی پشت پرده این اتفاقات هستند، مدتی هم که شده در سکوت می نشینند و از اقدامات کثیفشان دست بر می دارند، کاملا در اشتباهید. نمونه آن خبر بمب‌گذاری شب گذشته در شهرک غرب تهران است که چندین خبرگزاری مانند تابناک اول آن را منتشر کردند و سپس به زودی از خروجی خبرگزاری ها حذف شد. اجازه دهید ابتدا ببینیم این خبرها چه بود و سپس خواهیم دید که چه گاف بزرگی از سوی نهادهای امنیتی این بار واضح تر از همیشه رژیم جمهوری اسلامی را رسوا کرد. خبرگزاری تابناک ابتدا در خبر اذعان کرد که حوالی ساعت 11 و 40 دقیقه شب یک بمب پیشرفته در شهرک غرب تهران منفجر شده است و حتی گفته بود که به نظر می رسد تا زمان مخابره خبر 3 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری دولتی ایسنا حتی با انتشار تصویری گزارش داد که یگانهای ویژه با حضور در شهرک غرب تهران و با ورود یگان چک و خنثی‌سازی بمب در نزدیکی میدان صنعت در تهران یک خودروی بمب گذاری شده ی دیگر را کشف و خنثی کردند. اما تنها نیم ساعت از انتشار این اخبار نگذشته بود که به سرعت این خبر از خروجی تمامی خبرگزاری های دولتی حذف شد و همین اعلان خبر و حذف دستوری آن یک بار دیگر پرده از واقعیتی بزرگ برداشت و آن این بود که همچون جنایت رژیم در کرمان، همچون سناریو سازی حمله به شاه چراغ و همچون بسیاری از اقدامات نخنمای دیگر، این بار هم جمهوری اسلامی آنطور که از شواهد برمی آید قصد داشته که دست به جنایتی دیگر بزند، اما گویا یکی از نهادهای اطلاعاتی که ظاهراً وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده در آخرین لحظات مانع از این اقدام می شود و به نحوی عدم هماهنگی این نهادها موجب می شود که خبر خبرگزاری ها بدون اینکه نقشه تروریستی رژیم عملی شده باشد مخابره شود و سپس توسط نهادهای امنیتی از خروجی خبرگزاری ها حذف شود، در حالی که انتقادهای بسیاری به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد شده است و بسیاری از چهره های شناخته شده و حتی حامیان حکومت گفتند که این نهادها توانایی کافی در حفظ امنیت برای شرکت کنندگان در مراسمات مختلف حکومتی را ندارند، به نظر می رسد که وزارت اطلاعات سعی داشته است که با این اقدام جلوی دامن زدن بیشتر به انتقادات به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم را بگیرد. جالب تر این که پیش از انفجارهای کرمان هم چون این اتفاقی رخ داده بود و خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصاویری گزارش داده بود که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان یگان چک و خنثی‌سازی یک خودروی بمب گذاری شده را کشف و خنثی کردند. مهدی بخشی دادستان کرمان در این رابطه گفته بود که قبل از برگزاری مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، نیروهای امنیتی 16 بمب که قدرت آنها از جلیقه‌های عامل انتحاری بیشتر بوده کشف کردند. او گفته است که با توجه به اینکه خبرهایی بوده که گروه‌های مختلف می‌خواهند اقداماتی انجام بدهند، علاوه بر دوستان اطلاعات و اطلاعات سپاه، حتی ارتش تا چند کیلومتر ریز پرنده‌ها را رصد می‌کرد و سگ‌های ویژه کشف مواد منفجره حضور داشتند. گفتن است که این خبر هم پس از انتشار از سایت ایسنا حذف شد، ولی باز نشران در سایت های خبری داخل کشور دیده می شوند. اظهاراتی که باز هم بازی باخت رژیم را نشان می دهد، چرا که اگر آنها قبل از این مراسم از وقوع اقدامات مشابهی خبر داشتند، چرا مانع برگزاری مراسم نشدند؟ آنطور که مقامات قضایی و امنیتی رژیم در استان کرمان ادعا می کنند، قبل از وقوع انفجارهای اخیر
از تهدیدات خبر داشته و ده‌ها بمب از گوشه و کنار ایران کشف کردند که اگر این ادعاها درست باشد مشخص نیست به چه علت مراسم سالگرد قاسم سلیمانی به علت تهدیدات امنیتی لغو نشده است. مقامات امنیتی با توضیحاتی از این دست و توجیهات بسیار سعی می کنند تا در نهایت ناتوانی و ضعف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت را لاپوشانی کنند. در همین رابطه دادستان کرمان مدعی شد که همه به اتفاق اعلام کردند که در این حادثه هیچ قصوری از نیروهای امنیتی و نظامی نبوده است. اینکه چرا با وجود این حجم تهدید و با وجود ضعف و ناتوانی در برقراری امنیت نظام این رژیم هواداران خود را به قربانگاه اعزام کرد، سوالی است که در هر صورت پاسخ آن به جنایتکاری رژیم باز می‌گردد. چرا که یا دست سران رژیم جمهوری اسلامی در پشت این اتفاقات بوده است، یا اینکه آنها از این اتفاقات خبر داشتند و اجازه دادند که برای شهید سازی به قول خودشان این اتفاقات صورت بگیرد، و یا اینکه در نهایت از تأمین امنیت عاجزند که در هر سه صورت این رژیم بازنده این بازی خواهد بود. شاید هم بتوان پاسخ را در آنچه حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی در یک سخنرانی گفت بیابیم. سخنرانی که در برنامه پیشین همین کانال خبری به آن پرداختیم. وی گفته بود که این جور کارها باعث انسجام ملی و انسجام جامعه می شود و این خون ثمرش ریشه امنیت کشور را بیشتر می کند. اگرچه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کرمان ادعا کرده است که نیروهای نظامی و امنیتی هیچ قصوری نداشتند، اما پیش از این غلامرضا نوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وبسایت دیدبان ایران گفتند که نوع عملیات و زمان و مکان این اجتماع از پیش تعیین شده و محلها برای نیروهای امنیتی مشخص بود. بنابراین باید تمهیدات امنیتی لازم با دقت انجام می گرفت. مقامات جمهوری اسلامی نشان دادند که برای حفظ یک دروغ تا کنون مجبور شدند ده ها دروغ دیگر بگویند، و همین تناقضات در گفتار و همچنین تفاوت‌های فاحش بین ادعاها و واقعیت سبب تشدید بی‌اعتمادی افکار عمومی شده است، و این گمان را که چنین جنایت‌هایی توسط خود رژیم و یا با اطلاع از آن برای بهره برداری‌های سیاسی انجام می‌شود به شدت تقویت می‌کند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.